امروز چهارشنبه 10 فوریه 2010 برابر با 21 بهمن 1388 و اکنون به خبرها میپردازیم. با سلام به شبکه بین‌المللی واشنگتن سرد و برفی خوش آمدید. لونا شات هستم و من وحید زرقامی. سیاست جدیدی که دولت آمریکا پیش گرفته با امتیازاتی که از طریق عربستان یا حداقل بعد صحبتش هست که از طریق عربستان به چین داده بشه از لحاظ نفتی، چین رو هم وارد این برنامه تحریم‌های بزرگ کرد. کمبود آزادی است در ایران، دموکراسی نیست و استبداد در همه جا بر همه جا حاکمه. مسابقات کشورهای جنوبی آسیا در کشور بنگلادش آغاز شد. چند نفر کارشناس از شرکت کسپرسکی روسیه در واقع استخدام کردند با حقوقهای بالاتر. یه مقداری هم کارشناسایی از چین و نرم‌افزارها و روش‌های چینی‌ها روش کار کردن هم به خدمت گرفتن. البته ظاهراً چند صد نفر، بعضی هم میگن چند هزار نفر استخدام کردن، پول مملکت رو هزینه میکنن و این چیزی که سورسن ارتش سایبری زیر نظر سپاه به وجود آوردن. ولی اون چیزی که افسوس خوردم این است که مملکتی که 9 ماه 10 ماه کارگراش حقوق نمیگیرن، با شکم گرسنه میان توی خیابون و میگن ما حقوق خودمون رو به همون بدیم و نون نداریم برای زن و بچه همون ببریم، میلیاردها میلیارد تومان یا حتی دلار اینا خرج میکنن برای اینکه مثلا 6 ماه هم واقعا زحمت کشیده بودن، چون از مدت‌ها قبل این حملات میشد. سایت بنده یک لاغبایی رو مثلا بیارم پایین. At least 150 people have been killed in a series of avalanches that have blocked the mountain pass north of Kabul. طول سال‌های گذشته اگر دقت کرده باشین، آقای خاتمی معمولاً سعی کرده که به ساز همه یک کمی برقصه، مخصوصاً وقتی به ساز قدرت بوده. اما بعد از انتخاباتشون یک کمی فعال شدن و جرأتشون زیاد شد و یه خورده بشکن بالا بنداز میکردن و اومدن به سان قدیمی ها بشکن بشکنه رو اجرا بکنن که یهو مقام معظم رهبری سر و کلهشون پیدا شد. درست قبل از راهپیمایی 22 بهمن مقام رهبری اومد و همه رو ترسون. اتفاق جالب این بود که آقای خاتمی هم خب تمکین کردیشون، کلا اهل تمکین هستن. حالا ما کار به مسائل تمکین به طور کامل نداریم، در مورد سیاست میگیم چطور تمکین میکنن. ایشون تمکین کردن و نهایتاً گفتن بشکن بشکن و انجام بدید، ولی ساختار شکنی نکنید، یعنی به مقام معظم ولایت حرفی نزنید که ایشون ناراحت بشن. در طول سالهای اخیر گروه‌های مختلف اجتماعی تحت فشارهای زیادی بودند، از جمله کارگران که از همون سالهای اول آقای احمدی نژاد با سندیکایی که بعضیشون راه انداخته بودن، خب عادت کرده بودن که همش برن زندان. فعالان زن گروه دیگه‌ای هستن که همیشه تحت فشار بودن. یادتون میاد که وقتی کمپین 1 میلیون امضا رو راه انداختن برای برابری زنان و مردان، چقدر مکافات براشون درست شد. دانشجویان بنده خدا که دیگه هیچی. دانشجویان در طول این سالها فقط کافی بود که حرفی بزنند، ستاره دار می شدن و زندانی. روزنامه نگاران هم که از عهد عتیق فقط بلد بودن بازداشت بشن. میمون ملی مذهبی های بنده خدا که با اون سنشون فقط در طول این 4 ساله همش در زندان به سر بردن. از تابستان گذشته هم که دیدیم سبزها همینطوری پشت سر هم افتادن زندان. و وای به روزگار کسانی که از اینها دفاع کنن، یعنی وکلا. اما اگر ببینیم تصویر بزرگتر رو، خواهید دید که این آقای احمدی نژاد به حکومت است که به صورت یک 8 ماه همه اینها رو گرفته و آزادیشون رو سلب کرده، ولی ادعا هم میکنه که ما در ایران آزادی مطلق داریم. البته ظاهرا ایشون آزادی مطلق دارن که آزادی همه رو از بین ببرند.